به نام خدا. سلام دوستان، علیرضا بهرامی هستم، مدرس و مشاور زبان انگلیسی و خیلی خیلی خوشحالم که با یک ویدئوی دیگه از گروه آموزشی زبانی ها با شما هستم. خب توی این دور جدید از ویدئوها که شروع کردیم، قرار هستش که یک سری از پرتکرارترین سوالاتی که شما پرسیدین، مخصوصا سوالاتی که توی گروه پرسش و پاسخ زبانی و توی تلگرام مطرح شده رو اینجا در موردش صحبت بکنم. خب توی این ویدیو هم چند تا سوال رو از سوالای شما آماده کردم که دونه دونه در موردشون صحبت میکنم و هر نکته‌ای که نیاز باشه رو سعی میکنم که تا اونجایی که فرصتمون اجازه بده با جزئیات خدمتتون عرض بکنم. خب سوال اولمون پرسیدن که مترجمی زبان بازار کار داره. خب این از اون دست سوالایی که خیلی سخته جواب دادن بهش، چون اگر بخوام اون جوابی رو که واقعا بهش اعتقاد دارم رو بگم، شاید خیلی براتون قابل قبول نباشه، ولی خب وظیفه معلمی من این هستش که در اصل اون درست‌ترین راهی که فکر میکنم رو بهتون بگم. پس یه جواب واقعی بهتون میدم و دومین جوابم یه جواب منطقی تر از نظر عرف هستش. اون جوابی که خودم بهش اعتقاد دارم و باهاش زندگی میکنم اینه که اینکه مترجمی زبان اینطور که پرسیدن بازار کار داره یا نه، این هیچ ربطی به بازار کاری که تو بیرون میبینیم نداره. یعنی چی؟ یعنی اگر شخص من میخوام برم مترجمی زبان بخونم توی دانشگاه و دوست دارم که تو این حوزه کار بکنم، اگر من با تمام وجودم باور داشته باشم که مترجمی زبان توش کار هست، بازار کار خوبی هست، پول خوبی هست، من مطمئنم که به اون سمت هدایت میشم و اتفاقا جوری رقم میخوره که یه بازار کار خوب توی مترجمی زبان پیدا میکنم. اما اگر این باور رو نداشته باشم، خب اینطور نمیشه. یعنی همه چی تو ذهن ماست. من مهم نیست چه رشته ای رو دارم میخونم، شاید نمیدونم توی رشته های علوم انسانی معمولا میگن که خب کار نیست یا پول نیست و غیره، اما از نظر من چه پزشکی میخوایم بخونیم، چه مترجمی زبان میخوایم بخونیم، چه هر رشته ای، اگر باور کنیم که تو اون رشته کار و پول هست، خب حتما هست و در غیر این صورت نیست. اما اگر حالا اون جواب یه خورده عامه پسندتر رو بخوام بگم، توی مترجمی زبان هم مثل همه شغل ها هستن افرادی که مترجمی زبان خوندن و هیچ درآمدی از اون رشته ندارند و برعکسش هستن افرادی که مترجمی زبان خوندن و درآمد خوبی دارن. این بستگی داره به اینکه چقدر شما اولا خودتون مهارت‌های ترجمه‌تون رو بالا بیارید و در کنارش هوش مالیتون، اون مهارت‌های اقتصادیتون و روابط عمومیتون رو بتونید تقویت بکنید. خب وقتی شما مترجمی کار میکنید، فرصت‌های شغلی خیلی زیاد هستن. مهمه که این فرصت‌ها رو ببینید، مهمه که روابط عمومیتون رو تقویت بکنید با شرکت‌های مختلف، مخصوصا الان که حالا فضای اینترنت خیلی مطرح هستش، بتونید تو سایت‌های بازاریابی و کاریابی مختلف خیلی فعال باشید، مدام رزومه بفرستید به شرکت‌های مختلف، مدام توی انجمن‌ها یا دوره‌های مختلف شرکت کنید و خودتون رو معرفی بکنید، توی شبکه‌های اجتماعی فعال باشید، تواناییتون رو اونجا در از منتشر کنید و شیر کنید. مثلا میتونید که روزی یه دونه متن یا ویدیو آماده بکنید و تو اون یه بخشی رو ترجمه بکنید. یعنی مثلا من مترجمی زبان خوندم، حالا بچه‌ای که مترجمی خوندن میدونن که مترجمی زبان در از شاخه‌های مختلفی داره. یعنی یک نفر میاد تخصصی کار میکنه رو حوزه ترجمه مثلا حقوقی یا ترجمه مثلا ورزشی و غیره، یه دونه میتونید یه دونه حوزه رو انتخاب بکنید برای خودتون، تو اون حوزه شروع کنید به تولید محتوا کردن و اینطوری خودتون رو میتونید بشناسید به عنوان یه آدم متخصص و میان شما رو پیدا میکنن. پس اگر که خوب باشید، خوب کار بکنید، بله مترجمی زبان هم میتونه که در اصل بازار کار داشته باشه. البته خب خیلی شرکت ها هستن که استخدام هم میکنن مترجمون دیگه، یعنی شاید شما نخواهید برای خودتون کار بکنید، دوست دارید که کارمند باشید، خب باز تو این حوزه هم بازار کار هست، مخصوصا الان شرکت هایی که تو حوزه تولید محتوا کار میکنن یا شرکت هایی که تولید محتوا هم به درست سبد کاری خودشون اضافه کردن، میخوان با تولید محتوا درست کار خودشون رو معرفی کنن، خب همه اینا به مترجم نیاز دارن. اما سوال بعدی
چند سال طول میکشه تا مدرک TTC رو بگیریم؟ بعد از گرفتن TTC میشه همونجا کار کرد یا نه؟ خب برای اینکه اصطلاحاً کوالیفاید بشیم تا بخوایم وارد دورای TTC بشیم، نیازه که در اصل یه سطح زبانی قابل قبولی رو داشته باشیم. خب من خیلی جالب بود واسم تو یکی از این مؤسسه‌ای که خب خیلی چند سالم اونجا کار میکردم و به حال یه تعلق خاطری هم به اون مؤسسه دارم، یه اتفاقی که این اواخر افتاد، این البته این اواخر که میگم واسه این سال گذشته است، پارسال همین موقع شد تابستونه در از پارسال بود که آخرین روزای تدریسم تو مؤسسه بود، یه اتفاقی که از نظر من خب خیلی عجیب بود این بود که اونجا درای کلاسای TTC به روی همه باز بود، یعنی ما شاگردای پری اینترمدیتمون هم میدیدیم که تو کلاسای TTC مثلا دارن میرن شرکت میکنن، اینترمدیت ها که به شدت زیاد بود. حالا نمیخوام نقد بکنم به اون شکل، به هر حال حتما دلایلی داشتن، ولی خب حالت عرف قابل قبول و استاندارد بین المللیش، شما برای اینکه وارد دوره TTC بشی خب باید اولا زبان جنرالتون یه سطح ادوانسد یا اپر اینترمدیت به بالا باشه. خب برای اینکه بتونم منی که صفرم، تازه زبانو شروع کردم، به اون سطحی برسم که وارد دورهای TTC بشم، حداقل فکر میکنم 2 سال زمان نیاز هستش دیگه، و این 2 سال یه چیز خیلی تقریبیه، یعنی اصلا نمیشه گفت 100% 2 سال، ممکنه برای یه نفر 1 سال طول بکشه. همونطور که من میشناسم عزیزی رو که توی 1 سال به قدری خوب تلاش کرد، البته روزی چندین ساعت درس خوند، که سر 1 سال تونست سطح زبانی خودش رو از صفر به ادوانس برسونه. اما نرمش رو بگیریم 2 سال، ممکنه واسه این نفرم 3 تا 4 سال طول بکشه. پس این 2 یه عدد تقریبی و میانگین هست، و شما وقتی که اپر اینترمدیت خوب شدی، به سطح ادوانس رسیدین، میتونید وارد دورهای TTC بشید و این دوره ها رو در اکثر مؤسسه ها، چه کوچیک چه بزرگ، برگزار میکنند که میتونید واردش بشید، و خود دوره ها بستگی به سیاست های اون مؤسسه داره. معمولا بین 3 هفته تا 2 ماه طول میکشه، شاید بعضی جاها بیشتر هم بخوان طولش بدن، و این رو نمیشه گفت چقدر طول میکشه که خود دوره TTC رو در از بخوای بگذرونی، چون باید ببینی تو کدوم مؤسسه این دوره رو داری میگذرونی، و اینکه بعد از اینکه TTC رو گذروندم تو اون مؤسسه میتونم کار بکنم، لزومن نه. خب چون معمولا مؤسسه ها خب بیش از نیازشون شاگرد TTC میگیرن، مخصوصا مؤسسه های کوچیکتر که خب میخوان بیشتر اون بُعد مالیش هم مد نظر قرار بدن، شاید یهو مثلا 2 تا 3 تا کلاس TTC با جمعیت های زیاد رو شروع بکنن به ران کردن، در حالی که شاید مثلا از 40 تا شاگرد TTC که گرفتن و دورهشون امروز فرض تموم شده، شاید واسه ترم جدید مؤسسهشون 4-5 تا استاد بیشتر نیاز نداشته باشن. پس طبیعتا اینکه بعد از TTC میتونم تو همون مؤسسه کار کنم یا نه، به این بستگی داره که اون مؤسسه چقدر نیاز به استاد داره، به این بستگی داره که سطح زبانی که تونستم من نشون بدم، مهارت‌های تدریسی که تونستم من نشون بدم چقدر بوده. اگر شما یه کار خیلی خارق‌العاده‌ای رو از خودتون نشون بدید، اون مؤسسه حتی اگر نیاز به معلم هم نداشته باشه، چون نمیخواد شما رو از دست بده، حتما یه کلاسی، یه تایمی براتون درس خالی میکنه، حداقل یه دونه کلاس رو میده تا بتونه شما رو داشته باشه اگر خیلی خوب بخواد کار بکنید. و البته اگر TTC مؤسسه‌های خیلی معتبر رو بتونید بگذرونید، که پیشنهاد من همینه، یعنی من پیشنهاد میکنم اگر که توی تهران هستید، خب مؤسسه‌های معتبر تهران، توی شهرستان‌ها نمیتونم نظر خاصی بدم، چون حتی شعبه های مؤسسه های معتبر کشورمون توی شهرستان ها خیلی میشه گفت بیشتر اسم اون مؤسسه بزرگ رو یدک میکشن، وگر نه از نظر بحث آموزشی و حالا درآمدی و اینها در از همسطح همون مؤسسه های دیگه اون شهر هستن. ولی حالا خواسته اگر تهران هستید، پیشنهاد میکنم که وقت و انرژیتون رو بذارید تو مؤسسه های خیلی معتبر که شناخته شده هم هستند،
اونجا توی تی تی سی هاشون شرکت بکنید و خیلی از بچه های اون دوره ها رو درست برمیدارن، چون مؤسسه های بزرگ همیشه به استاد نیاز دارن به خاطر تعداد شاگرده زیادی که دارن و تعداد کلاس های زیادی که دارن، طبیعتا همیشه نیاز به استاد هستش. همونطور که خب من با یکی دوتا از مؤسسه های معتبر و بزرگ تهران که توی این چند سال کار کردم تجربه نشون داره که هر ترم نیاز به استاد خیلی زیادی هست. و من پیشنهاد بکنم اگر تهران یا حومه تهران هستید و براتون سخت نیست این رفت و اومده به تهران، پیشنهاد بکنم تی تی سی اگر میخواید برید، سعی کنید که توی همون مؤسسه های مطرح تی تی سی تون رو بگذارونید تا شرایط کاری بهتری هم داشته باشید. و البته معمولا اگر تی تی سی مؤسسه های مطرح رو داشته باشید، تو مؤسسه های دیگه راحت تر برای تدریس قبولتون میکنه. اما سوال بعدی پرسیدن که میخوام این سوال رو، یه سوال خیلی موردیه، یعنی سوالی نیستش که حالت مشاوره‌ای داشته باشه بخوام خیلی در موردش صحبت بکنیم، منتها من سوال رو میخونم و بعد میگم چرا این سوال رو توی این ویدیو مطرح کردم. پرسیدن که من میخوام یه جمله بنویسم ولی نمیدونم چی کار کنم، چطور بنویسم. مثلا میخواستن در مورد یه شخصیتی، مثلا یه بازیگر، یه جمله بنویسن. فکر کنید که این شخصی که این سوال رو پرسیده یه زبان آموزیه که کلاس زبان میره و استادشون بهش گفته مثلا در مورد این 5 تا شخصیت معروف، در مورد این 5 تا سلبریتی، در مورد هر کدوم یه جمله بنویس. و ایشون چون تازه زبان رو شروع کرده، خب مشکل داشته، نمیدونسته که چطور بخواد درست این جمله ها رو بنویسه. حالا این سوال رو واسه این مطرح کردم که در مورد بحث رایتینگ خورده صحبت بکنم. همه ما دوست داریم که اسپیکینگمون تقویت بشه و مطمئنم برای اینکه اسپیکینگ من قوی تر بشه، شاید یکی از بهترین راه هایی که من خب مدام اسپیکینگ رو تمرین بکنم، اما در کنارش رایتینگ خیلی خیلی میتونه به شما کمک بکنه. ذهنتون رو به یه چالش خوبی میکشه رایتینگ که بتونید به اون مستری، به اون حد از خبرگی توی زبان انگلیسی برسید و نهایتا راحت انگلیسی رو صحبت بکنید. بنابراین این سوال رو درست خوندم تا بهتون بگم که سعی کنید که تمرین رایتینگ تو برنامه مطالعاتیتون داشته باشید. حالا هر سطحی که هستین میشه واسهش یه برنامه جداگونه داشت. یعنی اگر من الیمنتری هستم نیاز نیستش که مثلا روزی 10 صفحه متن انگلیسی بخوام بنویسم. اگر روزی 5 تا جمله بخوام بسازم کافیه. هر چقدر سطح هم میاد بالاتر، خب رایتینگ هم بیشتر بشه. بچه هایی که اینترمدیت به بالا هستن و دارید این ویدیو رو درست نگاه میکنید، شما میتونید که با ایده ها شروع کنید به نوشتن. یعنی خب بی نهایت ایده وجود داره دیگه. میتونید مثلا از سوالای دیسکشن استفاده بکنید، توی گوگل سرچ بکنید speaking question یا discussion questions، discussion topics، و ببینید اون تاپیک چیه. حالا به جای اینکه در موردش صحبت کنید، اول شروع کنید به نوشتن. مثلا یه تاپیک کلی هست در مورد فرض بگیرید غذا و 5 تا سوال اومده. یکی دو تا سوالشو برای رایتینگ بذارید، شروع کنید در موردش 5 خط 6 خط بنویسید و دو تا سوال دیگر رو برای اسپیکینگ بذارید، شروع کنید در موردش صحبت کنید. این تیپی اسپیکینگ و رایتینگتون رو روش کار بکنید. اون رایتینگ نوشتنه باعث میشه ذهن شما به یه چالنجی درست بیفته، به یه چالشی وارد بشه که اون همون چالشه درست همون نیاز آموزشی شماست، کمکتون میکنه که ذهنتون بازتر بشه، به اصطلاح مستری توی انگلیسی برسید و تو هر موقعیتی بتونید راحتتر انگلیسی حرف بزنید. خب این خیلی مهمه دیگه، این که من بتونم تو هر موقعیتی راحت تو لحظه بدون خیلی مکس، حالا خیلی زیاد، بدون اینکه درست به قول من رو فیگن effortlessly speaking effortlessly، یعنی این که من مدام نداشته باشم، مدام دنبال لغت نگردم، راحت لغت ها بیان بشینن تو جمله و من جمله هام رو بگم. این میشه speaking English effortlessly. که مثلا توی speaking های IELTS، خب اینکه آیا شما دارید effortlessly صحبت میکنید یا نه، خودش یه درست پوانه خیلی مهمه که اگر بتونید روون راحت انگلیسی صحبت کنید، خب روی نمرتون تاثیر میذاره. بنابراین این رو گفتم که در مورد اهمیت رایتینگ و نقشش توی اسپیکینگ بگم که خیلی خیلی مهمه. اگر خیلی خوب رایتینگ بنویسید میتونید که خیلی خوب هم صحبت بکنید. خیلی از، اگر نگم همه، ولی میتونم بگم شاید بالای 90% اساتید و کلا زبان آموزا و هر کسی که تو حوزه انگلیسی کار میکنه، شاید برای 90% این تیپ آدمایی که من تا حالا دیدم، اونایی که رایتینگ در از فوق العاده داشتن، اسپیکینگ بسیار عالی هم در کنارش داشتن.
نمیگم همشون، شاید از دستم حالا در بره یکی دو نفر اینطور نبودن، ولی اکثرشون اینطور بوده. پس رایتینگ رو دریابید بچه ها. اما سوال بعدی در مورد چت انگلیسی هستش که خب توی گروه درس انگلیش ویت زبانی ها یا همون گروه پرسش و پاسخ زبانی ها که ما توی تلگرام داریم خیلی مطرح میشه این موضوع. من یه نکته رو بگم به همه بچه‌ای که توی این گروه هستن. الان فکر میکنم الان که این ویدیو رو دارم ضبط میکنم یه چیزی حدود 543 نفر دقیقاً، یعنی آخرین تامین چند دقیقه پیش قبل از ویدیو که چک میکردم 543 نفر عضو داریم ما توی این گروهمون، گروه انگلیش ویت زبانی ها یا همون پرسش و پاسخ زبانی ها. که خب هرچند من خیابار بحث چت انگلیسی مطرح میشه. ببینید ماهیت گروه پرسش و پاسخ ما خب اسمش هم روشه. الان خب ما تغییر شدیم به انگلیش ویت زبانیه، ولی خب ماهیت همونه. در از پرسش و پاسخ جاییه که بچه ها بیان سوالاشون رو بپرسن و از اساتید دیگه، از بچه های با تجربه دیگه بهشون جواب بدن. خب تا الان هم فوق‌العاده بوده در از کار این گروه و واقعا تشکر میکنم. حتی توی همین ویدیو باید تشکر کنم از بچه‌هایی که بی نهایت زحمت کشیدن توی یکی دو ساله توی این گروه، اساتیدی که توی گروه حضور دارن و به سوالای بچه‌ها جواب میدن، بچه‌های دیگه‌ای که با تجربه تر هستن و به سوالات بقیه جواب میدن. یه جو خیلی خوبی درست شده، یه خانواده خیلی خوبی درست شده که کنار همدیگه داریم انگلیسی یاد میگیریم و پیشرفت میکنیم و میایم جلو. و همین سوالایی که الان توی این ویدیو مطرح کردم دقیقاً از دل همون گروه بیرون اومد. یعنی من سعی میکنم بچرخم توی گروه و سوالهای حالا کاربردیتر مهمتر رو انتخاب کنم و توی ویدیوها بخوام مطرحش بکنم. بنابراین ماهیت اون گروه ماهیت چت نیست، ماهیت اون گروه ماهیت پرسش و پاسخیه. هرچند ما خیلی سخت نمیگیریم، یعنی چه خودم چه دوستانی که زحمت میکشن به عنوان ادمین توی گروه هستن، اگر در از چت‌هایی باشه که واقعا آموزنده باشه. بعضی وقتا بچه‌ها یه تاپیک رو مطرح میکنن و 4-5 نفر شروع میکنن در موردش به انگلیسی در از اونجا تایپ کردن. خب این هیچ ایرادی واقعا نداره، بچه‌ها میتونن کار بکنن. حالا نه اینکه هر روز هم مدام 24 ساعت و یه بخشی از روز بخواد اینطور باشه هیچ مشکلی نداره، ولی خب همونطور که گفتم یه بخشی میتونه باشه، چون ماهیت اون گروه ماهیت چت نیست بلکه ماهیت پرسش و پاسخه. اما ما برای اینکه این در اصل نیاز بچه‌ها رو هم پاسخ بدیم، خب یه گروه دیگه به اسم وایس گرام رو در اصل ایجاد کردیم. گروه وایس گرام کارش اینه که توش سپیکینگ صورت میگیره، یعنی بچه‌هایی که تو اون گروه هستند میتونن که هر روز در و هیچ بدون هیچ محدودیتی، یعنی هر چند تا فایل که دلشون میخواد خودشون شروع کنن به صحبت کردن. البته بازم منظورم سپم نیست، یعنی خب البته خوشبختانه بچه ها کاملا آگاه هستن، میتونن در مورد اتفاقاتی که تو روز براشون میفته، اگر کسی مثلا یه کتابی میخونه و یه سوالی واسش پیش میاد بیاد به انگلیسی اونجا توی گروه مطرح میکنه، وایسش رو میذاره، بقیه بچه‌ها میان در موردش بحث میکنن، نظر میدن. خب این گروه وایس گرام یه جاییه که روی سپیکینگ ما بسیار تأثیر خیلی خوبی میذاره. من خودم هم سعی میکنم فعال باشم توی اون گروه و حداقل حالا روزی یک بار یه روز در میون یکی دو تا وایس سعی میکنم خودم بذارم که بتونم بچه‌ها رو بیشتر انگیج بکنم، بچه‌ها فعال‌تر باشن. این گروه گروهیه که خیلی کمک میکنه و پیشنهاد میکنم که اگر میخواید خیلی علاقه‌مند حالا به چت انگلیسی اونها هستید، خب به جای اینکه کلی وقت بخواید بذارید حالا با تایپ کردن با گوشی هم خودتون میدونید حالا یه سری معضلات داره، میتونید خیلی راحت توی گروه وایس گرام عضو بشید و اونجا در اصل شروع کنید به انگلیسی صحبت کردن. اینطوری سپیکینگتون هم مدام داره تقویت میشه و همه بچه‌ای که توی گروه وایس گرام هستن سعی میکنیم که فایلای بچه‌های دیگر که گوش میدیم اگر نکته خاص مهمی داره، ایراد خاص مهمی داره، اون رو رفع اشکال هم انجام بدیم. یعنی هم تمرین سپیکینگ و هم رفع اشکال کنار هم دیگه یه جو خیلی خوبی رو ایجاد کرده برای اینکه مهارت در سپیکینگ شما بهبود پیدا بکنه. پس اگر شما هم دوست دارید پیشنهاد میکنم که توی گروه وایس گرام ما عضو بشید. تو قسمت محصولات سایت زبانی هم میتونید که در اصل کار عضویت گروه توی گروه وایس گرام رو انجام بدید و این تیپی بیاد جلو. اما دوستایی که توی گروه پرسش و پاسخ ما توی تلگرام هستن هم همونطور که گفتم ما
نمیگیم 100% چت نباشه، میتونید چت ها رو انجام بدید، البته کنترل شده و انگلیسی و در مورد موضوعات در اصل موضوعاتی که مشخص باشه و حالت اسپم پیدا نکنه. خب این 4 تا سوالی که مطرح کردم در اصل سوالاتی بودند که اخیراً مطرح شدن توی گروه و جزو سوالای از نظر من کاربردی تر و مهمتری بودند، که بعضی از این سوالا هم خب بحثای خوبی توی گروه ایجاد کرده بود، نظرای خوبی رو بچه‌ها داده بودن که منم سعی کردم از یه دید دیگه به موضوع نگاه بکنم. پس اگر دوست دارید میتونید که شما هم عضو گروه پرسش و پاسخ ما بشید توی تلگرام و نظرات دیگه که بچه‌ها در مورد این 4 تا سوال دادن رو اونجا بخونید و شما هم نظرتون رو بگید. ممنونم که با من همراه بودید و خیلی خیلی خوشحالم به خاطر این خانواده خیلی خوبی که توی زبانی ها دور هم جمع شدن. خیلی خیلی خوشحالم، خدا رو شکر میکنم که این فرصت به وجود اومد و من تونستم که به اون آرزویی که همیشه دنبالش بودم، این که کلاس زبانام مختص به 4 دیواری کلاس های مؤسسه هم نشه و بتونم که برای همه تدریس داشته باشم. خب توی زبانی هم دارم کم کم بهش میرسم و همه بچه ها از همه جای ایران و حتی خیلی از ایرانی عزیزمون از خارج کشور، کشورهای مختلف دارن، هم از آموزش های زبانی ها، هم از در از گروه هایی که ما توی تلگرام و اینها داریم استفاده میکنن و تبادل نظر میکنن و این اتفاق خیلی خوبیه و امیدوارم که با کمک شما، با همراهی و همیاری شما بتونیم که این مسیر رو خیلی خوب و لذت بخش ادامه بدیم. با زبانی ها همراه باشید.